آقای ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از کارنامه دولت روحانی از سال 92 دفاع کرد. ایشان از جمله اقدامات دولت روحانی از نفت زدایی از بودجه صحبت کرد و گفت بودجه دیگر بوی نفت نمی دهد. آیا بودجه دولت بدون درآمد نفت قابل تصور است؟ از کنم خدمت شما، مگر اینکه آقای ربیعی منظورشون این باشه که چون صادرات نفت به حد اقلش رسیده، میگن 300 هزار بشکه، حالا کاری نداریم که فروشای پنهان دارن، از این نقطه نظر به اصطلاح منظورشون رو که بودجه بوی نفت نمیده چون میزان صادراتش کم شده در حال حاضر. ولی نه، بودجه نویسی در این نظام ولایت فقیه یک در واقع ظاهرسازی، صورتسازی بین منابع درآمدها و هزینه هاست و همواره هم در تحلیل های بودجه خود بنده مرتب عدم تحقق درآمدها رو نوشتم و هزینه هام سرسام‌آوره و یک چیز کلا مشخص در نظام ولایت فقیه و به خصوص در دوره آقای دولت های 11 و 12 آقای روحانی مشخص بوده که کسری های بزرگ بودجه را با در واقع چاپ اسکناس که تورم بسیار سنگین و چه در حال چه در آینده و مانند یک بمب انفجاری است تأمین کردن و راه های تحقق درآمدهای بودجه این نظام که به غیر از نه دیگری نیست و کاملا مشخصه. حالا من یک اشاره مختصری به بودجه سال 98 میکنم تا معلوم بشه چرا واقعیت رو نمیگن. ببینید، در بودجه نویسی با تبصره هایی که زیرش میارن یا اقداماتی که بعد از نوشتن بودجه و اون صورت سازی میکنن، این میزان هایی که بهش اضافه میکنن از درآمدهای نفت کمتر از دید مردم عادی به اصطلاح قابل پیگیری است. در بودجه سال 98 میبینیم که به اصطلاح بودجه به اصطلاح درآمد نفتی نزدیک 30% در ظاهر، اما میبینیم در همین نظام میاد طبق یک تفسیری دیگه برداشت میکنه از صندوق توسعه ملی که این صندوق توسعه ملی پولش درآمدش از کجا اومده؟ از خود نفت اومده. از برداشت میکنه و این برداشت رو به حساب وابستگی بودجه به نفت نمیگذاره. حتی در محاسبات منابع درآمدهای به اصطلاح درآمد نفتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه ها رو محاسبه نمیکنه و تعیین نمیکنه. از طرف دیگه خب وقتی یه دولتی یه بودجه‌ای که کشور تک محصولی تقریبا مثل ایران که سهم اعظم صادراتش رو منابع نفتی و نفت و گاز تأمین میکنه، این راه دوم چیه؟ راه دوم این است که درآمدهای مالیاتی رو بالا ببره. اگر میخواد از وابستگی به نفت در بودجه بکاهد، در واقع باید یک سیستم پایدار منضبط واضحی از درآمدهای مالیاتی داشته باشه که این رو میبینیم نیست. در همین بودجه 98 سهم درآمدهای مالیاتی حتی طبق تحقیقات مرکز بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری، بنا سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی در این سالهای اخیر تقریبا ثابت مونده. بنابراین وقتی که ثابت میمونه سهم درآمدهای مالیاتی، سهم نفت نمیتونه کاهش چشمگیر پیدا کرده باشه، برای اینکه فرض اینه که کاهش وابستگی به نفت باید از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی جبران بشه. اما یک امر دیگه خدمتتون عرض کنم، آقای ربیعی نزدیکای انتخابات است و این بوق تبلیغاتی است که این نظرات رو میفرمان. دولت گرچه تبلیغ میکنه که بعضی جاها تبلیغ میکنه که نه، سهم مالیات در بودجه ها بالا رفته، به اصطلاح خود این نشان دهنده کم شدن وابستگی بودجه به نفته، اما در واقع یک مسئله بسیار مهمی رو سرپوش میذاره و اون است که اتفاقا در ایران متاسفانه تمامی مالیات ها همه وابسته به درآمد نفت گاز است. چرا؟ توجه بفرمایید، در بخش مالیات بر حقوق که میگیره به شکل مستقیم،
این حقوق از کجا اومده؟ به غیر از این است که دولت نفت صادر میکنه، استخراج میکنه، پول کارمندای این بروکراسی باز شدهش رو میده، از حاصل درآمدهای به درآمد حاصل از فروش نفته که به کارکنان دولتی مالیات مثلا حقوق میده و از اونها مالیات میگیره. مالیات بر عملکرد شرکت نفت به چه واسطه؟ به واسطه درآمدهای نفتی شرکت نفت. مالیات بر سود سهام شرکت نفت باز وابسته به درآمدهای نفته. حقوق عوارض گمرکی بر واردات، این واردات با های وارداتی که با ارز تامین بشه، این ارز به غیر از حاصل از فروش نفت و گاز تامین میشه. یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، این است که درآمدهای نفت و گاز دو تا نقش دارن. نقشی به عنوان ارز دارن که واردات از خارج رو ممکن میکنن و یک نقشی هم به عنوان معادل ریالیش در داخل دارن. در این نقشه که دولت از محل بالا بردن قیمت ارز که میبینیم در چند سال اخیر دولت دوازدهم چقدر قیمت ارز رو بالا برد، در واقع از مردم کشور مالیات غیر مستقیم و مضاعف هم میگیره. چرا میگم مضاعف؟ به خاطر که یک بار دلار رو به سود خودش گرون میفروشه، یه بار دیگه به قشرهای فربه جامعه، این تازه به دوران رسیده های جامعه راندخاران، امکان میده به نسبت بیشتر از افزایش بهای دلار بر قیمت ها بیفزاید. و بنابراین بودجه مهمترین وسیله فقیر کردن اکثریت بزرگ جامعه ما و فربه کردن این اقلیت کوچک راندخار در این نظام شده. مالیات هایی که این نظام بر شرکت های دولتی وضع میکنه و کاملا تازه وصول نمیشن، آیا اینها و بخش عمدهشون باز متکی به واردات هستن؟ اینها از درآمدهای ارزی، از درآمدهای نفتی تامین نمیشه. پس میبینیم کلیت بودجه چیز خیلی در یک معادله ساده خلاصه میشه: درآمدهای نفتی، مالیاتی که آن هم بر اساس درآمدهای نفتی و نفت و گاز، و کسر بودجه. بودجه در نه تنها در دولت آقای روحانی، در دولت‌های دیگر این نظام هم همیشه این ترکیب داشته. قرضه از آینده، یعنی بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ بکنه تا کسری‌ها رو جبران کنه، بقیه‌اش هم درآمدهای حاصل از نفت و گاز و مالیاتی که به اعتبار درآمد نفتی حاصل شده. این باید مشخص بشه. اینا همه شعاره که بودجه از بوی نفت نمیده، سر تا سرش آلوده به نفت. آقای ربیعی از رشد اقتصادی 5-12% گفته و ادعا کردن سال آینده رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت و تا سال 1400 به سوی یک شرایط پایدار حرکت می‌کنیم. سوال اینه که چه شرایطی باید فراهم باشد تا اقتصاد ایران به رشد اقتصادی مثبت برسد و آیا اصولاً در شرایط و با سیاست‌های فعلی چنین مسئله‌ای عملی است؟ عرض کنم خدمت شما، ما در تاریخ آقایی بود به نام وزیر تبلیغات دولت نازی به نام گوبلز که معتقد بود دروغ را هر چی بزرگتر بگی امکان اینکه باور بشه بیشتری، اینقدر باید بزرگ گفت که کسی در شک نکنه. رشد 12% آن هم در یک نظام به اصطلاح نظامی که و همین دولت فعلیش حاصله سیاست گذاری های غلط دولت های قبل که بسیار به فاجعه انجامی در کنار، در همین دولت 11 و 12 آقای روحانی ما مرتب میبینیم یک خودشون ناله هم میکنن، خزانه خالی، یک جامعه مصرف زده، تولید ورشکسته، دیوان سالاری لجام گسیخته، خود تعداد کارمندان دولتی که مثلا مرتب هم ناله میکنن از عهده پرداخت حقوقشون بر نمیان، پروژه های عمرانی خوابیده، طرحهای عمرانی مثلا بسیار زیادی که امکانش ندارن و همیشه هم هزینه های عمرانی فدای هزینه های جاری میشه در بودجه نویسی همین دولت 11 و 12. مشکلات محیط زیستی، مشکل بیابی، پیشروی سرسام‌آور بیابانا، نیاز به واردات کالاهای استراتژیکی که در زمینه ارزاق عمومی برای زنده ماندن مردم به سام مربوط از کالاهای اساسی رو که آقای جهانگیری بهش
ارز 4200 اختصاص داده، میبینی که کالاهای استراتژیکی که زنده موندن مردم به اونا وابستن، محیط زیست رو به نابودی، توقعات مافیایی پرهرس و آزه که مرتب خبر اختلاف های چند میلیاردشون هست. آیا با این وضعیت اقتصادی که داره اینها ویژگی های یک اقتصاد رو به رشد با رشد 12% است؟ یعنی واقعا ایشون از چه دنیای خیال، در چه دنیای خیالی سر میکنن که متوجه نیستن مردم هر روز با گرانی و تورم لجام گسیخته روبرون، با بیکاری روبرون. خط فقر ایران تا حتی 40 میلیون جمعیت ایران زیر خط فقر مطلقه. این آماری که خود اعضای همین دولت هم، من نمیدونم ایشون سخنگوی این دولت واقعا نگاهی به اظهار نظرهای برخی از وزرای همین دولت هم نمیکنه که همچه آماری رو به دست میده. خوشبختانه اقتصاد یک ویژگی داره که دم خروس دروغ خیلی راحت نمایان میشه، و اگر این لغت رو به صلاح رشد اقتصادی رو جعل میکنن، عدد مندرآوردی رو بیرون میدن، بقیه شاخص ها معلوم میکنه که این مسئله به صلاح هیچگونه پایه‌ای نداره. بنابراین توجه بفرماید، این باید دقت کرد که سیاست های اقتصادی دولت ها در نظام ولایت فقیه و همچنین در دولت آقای روحانی مرتب اقتصاد ایران رو از تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کردی. یعنی به این شکل که شما مرتب ما اخبار کمبود تولید، سرکوب تولید رو متوجه میبینیم. روز به روز ثروت ملی به فروش میرسه. در همین گرفتن مالیات که خدمتون عرض کردم که وابسته به درآمدهای نفت و گاز هست، در همین مسئله هم اساسش بر فروش و حراج ثروت ملی است که بهش به دید منبع درآمد نگاه میکنن. بنابراین در خام فروشیش مسابقه گذاشتن. درآمدهای نفتی صرف هزینه های رو به افزایش جاری شده. حتی از در بودجه سال 98 ملاحظه کردید که از بودجه دفاعی در ظاهر کاستن، ولی بقیه اون بودجه هایی که دست ایران رو این نظام در چندین جنگ منطقه‌ای باز کرده، بودجه هاش از کجا تامین میشه به غیر از حراج ثروت های ملی؟ که آمار واقعی فروش نفت و فروش قاچاق نفت و گاز از دید مردم ایران پنهانه. سیاست های اقتصادی سال به سالشون فضای راندخاری و فساد پروری رو فراوان میکنه. از این واضح تر که دو تا نماینده این نظام همین دیروز که به اصطلاح از زندان یعنی آزاد شدن، این نامه آقای توکلی هست، میگه مثلا در واقع معتقد است که این آقایان محمد عزیزی و فریدون احمدی که از این راه یافته های به مجلس نظام هستن، در خرید 6000 خودرو به صورت رانتی دست داشتن، چند صد کیلو طلا، همکاری با فردی که جز 15 نفر اول کسانی است که با خرید بیش از 30000 سکه به اخلال در نظام اقتصادی کشور رو کردن. خب با این ویژگی های اقتصادی وقتی رؤسای اسبق و سابق قوه قضاییه دارای پرونده های بزرگ فساد هستن، تو نامه هاشون به هم دیگه فسادهای همدیگر رو تازه نقطه کوه یخ رو نشون میدن، افشا میکنن، این وضعیت به اصطلاح راندخاری عظیمی که وجود داره با وجود درآمدهای محدود اقتصاد ایران، مسئله تحریم اقتصاد ایران، عدم معامله کشورهای اروپایی و سایر کشورها و تحریم به خصوص بانکهای ایران، اینها چه زمینه ای برای رشد اقتصادی ایجاد میکنه؟ عدد رو هر کسی میتونه ادعا بکنه. بله منم میتونم خواب نما بشم، خیال کنم میتونم فردا به اصطلاح میلیاردر بشم. خب با این عدد به اصطلاح ذهنی که واقعیت جامعه ایران درست خلافش رو گزارش میده، ارز خود میبرن با این گفتن این نوع اعداد. حتی سازمان های بین المللی، الان صندوق بین المللی پول اعلام کرده در 6.5% به صلاح منفی رشد اقتصاد ایران میشه. 6.5
خب با این اونام آمار کشور ایران رو بیشتر از هر کس دیگه اخبار رو در اختیار دارن، میدونن که وضعیت اصلاح اقتصادی ایران رو به کجا میبره. خب پس بنابراین خود آقای ربیعی در گذشته وزیر کار بودنشون معروفن در ایران که به آمار ساختگی و زمانی که وزیر کار هم بودن معنی تعریف کار رو دوری عوض کرده بودن که با ارقام ایشون بتونه جور در بیاد تعداد اشتغال. بله پیش زمینه ها امنیت های قضایی است که نیاز به سرمایه گذاری های داخلی خارج داره و وضعیت امنیت قضایی در ایران، وضعیت تولید در ایران، وضعیت به اصطلاح روابط بین المللی خارجی همه در وخیمترین وضعیت قرار داره. پس بنابراین این یک خواب و خیال بیش نیست که رشد اقتصادی ایران به 12% برسه. ایشون از قضا یک اظهار نظری هم در رابطه با امنیت سرمایه گذاری کردن، گفتن که امنیت سرمایه گذاری باید حفظ بشه و پیشنهاد کردن با نگاه مثبت به سرمایه‌دار تولیدی نگاه بشه و از واژه کارآفرین استفاده بشه. مستقل از مسئله کاربرد واژه ها، پیش شرط های ایجاد امنیت سرمایه گذاری چه هست که شما بخشن اونها رو توضیح دادید؟ بله، یکی از اولین موضوعی که سرمایه گذاری خارجی رو خصوصا امکان پذیر میکنه یا سرمایه گذاران خارجی اون رو مد نظر قرار میدن، یک فضای امنیت و صلح و آرامش در کشور. این دو فاکتور بسیار مهمه که محل سرمایه گذاری رو مشخص میکنه. احتمال بروز هر گونه مشکل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک کشور باعث فرار سرمایه گذار میشه. چرا؟ برای که سودش به خطر میفته. چیز مشخص و واضحی. وضعیت کنونی ایران با مشکلات مرتب، بحرانهای اقتصادی، بحران هسته‌ای، این امکان ایجاد جنگ، سایه جنگ رو بالای سر کشور نگه داشتن، عدم مراودات عادی با سایر کشورها، از نقطه نظر ساختارهای اقتصادی ایران مشکلات بزرگ ساختاری اقتصادی ایران، همون که خدمت رو عرض کردم، مصرف محور بودن اقتصاد و دریچه رو به سوی واردات باز کردن و تک محصولی بودن ایران، مسئله سرکوب های اجتماعی، چه سرکوب زنان، چه سرکوب مخالفان به اصطلاح سیاسی ایران، چه مسئله آسیب های اجتماعی از اعتیاد بگیر، کودکان بیکار، اینا همه وضعیت های دهشتناک اقتصادی ایران رو گزارش میده. اینها همه باعث فرار سرمایه میشن. از عوامل اقتصادی که خدمتتون عرض کردم، همون شاخص‌های اقتصادی مثل مسئله رشد اقتصادی که عرض کردم، منهای 6.5% نرخ تورم، کفری بودجه که داد میزنه خود نمایندگان این نظام و خود دولت اعلام میکنه که کسری بودجه داره، سیاست‌های پولی مالی که میزان بدهی‌های داخلی خارجی کشور، تمامی این شاخص‌ها باعث میشه که یک سرمایه گذار نگاه خود کنه ببینه که محیط اون کشور امن هست برای اینکه سودش به خطر بیفته یا نه. عوامل حمایتی و تشویقی رو نگاه میکنه در وضعیت اقتصادی ایران، میبینیم که چوب و چما نقش اول و بیشتر تنبیه نقش اول رو باعث میشه. عوامل ساختاری رو نگاه میکنن، نهادی در یک نظام استبدادی که حرف اول رو نظر رهبری تعیین، رهبری نظام تعیین میکنه که مرتب هم دچار تذبذبه چون متناسب با توقعات و سازوکارهای قدرت عوض میشه، هیچ گونه چشمانداز روشنی پیدا نمیکنه سرمایه گذاری در ایران. جدای از اون، وضعیت خود اصلا خود آمار نشون میده که وضعیت سرمایه گذاری در ایران، شاخصهایی که خدمتون عرض کردم، مناسب بوده برای سرمایه گذاری یا نه. سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در آخرین آماری که ارائه داد حتی مشخص کرده بود که در از سال 2012 تا 2014 سرمایه گذاری خارجی در ایران از نصف کمتر شد. یعنی 2012 حدود 4 میلیارد 662 میلیون دلار بود، ولی در 2013 به 34% سقوط کرد. در 2014 دوباره با سقوط کرد و رسید به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار. الان جدیدن مدیر کل، فکر کنم همین دوم شهریور بود، بله،
مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری اقتصادی آقای جمالی اعلام کرد که میزان جذب سرمایه گذاری در به اصطلاح کشور حدود 4 میلیارد دلار بوده پارسال. خب توجه بفرمایید، مقایسه بکنید برای شنوندگان محترم مقایسه‌ای به دست بیاد که متوجه بشن وضعیت اقتصادی ایران به چه شکله. ترکیه در همین سال گذشته 4 میلیارد دلار تنها درآمد در توریسم سلامت داشته، نه توریسم گردشگریش که بالای 30 میلیارد درآمد پیدا میکنه. 4 میلیارد اندازه کل سرمایه گذاری اگر تازه قبول بکنیم این میزان حرفی رو که میزنن 4 میلیارد بوده، چون مرتب سیل نزولی داشته، با تحریم هم سیل نزولی پیدا میکنه میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران. ولی در مقایسه این کل سرمایه گذاری اسمی 4 میلیارد در ایران برابر با فقط 1 قلم درآمد ترکیه در توریسم سلامت. خب پس بنابراین میبینیم که شرایط به هیچ وجه در ایران فراهم نیست. وضعیت سرمایه گذاری ایران میگن از سال 1389 تا 95 کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران نزدیک 27 میلیارد دلاره. تازه بخشی از اوناش هم ایرانیان خارج از کشور بودن که سرمایه مثلا حالا برای در مسکن و غیره به ایران بردن و حالا ارق ملی بوده یا هرچی بوده. اون میزان سرمایه کل سرمایه گذاریش به 27 میلیارد بوده و تازه اینا آمار رسمی است که درش خیلی هم میبینیم که دستکاری میکنن، ولی زمینه های این اصلا نه زمینه های عوامل ساختاری نهادیش وجود داره، نه امنیت غذایی و شغلی و امنیت تولید وجود داره، نه حمایت های تشویقی وجود داره، نه امنیت های غذایی و شغلی وجود داره. پس بنابراین روز به روز میزان سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا میکنه و آمار بین المللی هم در خوشبختانه هستن مؤسسات بین المللی که معلوم میکنن که این نوع به اصطلاح اظهارات غیر واقع تا چقدر هست. آمارها میشه به اونها رجوع کرد، حتی سایت هایی هستن که 3 تا سایت مهم در دنیا هست که نمره میده به کشورها و هر کشوری که بخواد سرمایه گذاری در کشور دیگری بکنه به این سایت رجوع میکنه و نگاه میکنه میبینه که آیا این کشورها اعتبار دارن یا نه. در یکی از این سایت ها اصلا اسم ایران دیگه حذف شده و در 2 سایت دیگه هم جز کشورهای پر ریسک ایران رو قرار دادن. یک آمار دیگه هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این که ببینید از شاخصهای بین المللی که ضربه ریسک پذیری رو در ایران حساب میکنن، این که ما از سال گذشته چون همکاری های بانک ها و بیمه های بین المللی قطع کردن ارتباطشون رو با ایران، میزان اثرگذاری ایران، جایگاه ایران در از میان 190 کشور در رتبه 117 کاهش پیدا کرده. یعنی در واقع یا اگر شاخص هایی هست که از 1 تا 7 به سرمایه گذاری نمره میدن که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه این رو شماره ریسک سرمایه گذاری رو درجه بندی میکنه، عدد 1 کم ریسک ترین، 7 پر ریسک ترین، ایران عدد 6 رو گرفته. پس بنابراین معلومه که میزان سرمایه گذاری در ایران، متاسفم که این وضعیت رو برای کشور ایران فراهم آورده این نظام که تا این حد نازله. و البته این رو هم عرض کنم خدمت شما، ببینید برای جذب سرمایه گذار در هر کشوری یک سری عوامل خارجی وجود داره، یک سری عوامل داخلی. مثلا مثال بزنیم کشوری مثل قطر، این ریسک پایین براش طبقه بندی کردن کشور قطر رو. وقتی که این کشور اعلام میکنه که یه پروژه جدیدی رو برای سرمایه گذاری نفتی فرض کنیم عرضه میخواست بکنه، در صورتی که ضریب بازده پیشبینی شده حتی در این سرمایه گذاری 2 تا 3%، یعنی یه ضریب بسیار پایینه باشه، اما با وجود تعداد زیادی شرکت برای سرمایه گذاری، با وجود این خیلی از این شرکت ها میان اعلام آمادگی میکنن
وقتی ریسک سرمایه گذاری بالا باشه، حتی اگر شما بازه سرمایه رو بالا بگیری، عددی مثل 15 هم در نظر بگیری، سرمایه گذاران متقاضی زیاد نمیشن، بلکه ریسک سرمایه گذاریش بالاست در کشوری مثل ایران. عدد 6 ریسک سرمایه گذاری بسیار بدی است برای ایران.